2 ژانویه 2020 ساعت 9 صبح نیکی انسل چند تا پیام از همکارای همسرش دریافت کرد در مورد اینکه چت هنوز نیومده سر کار و گوشیش هم در دسترس نیست. اون روز نیکی چند تا جلسه کاری مهم داشت و تا شب نمیتونست برگرده خونه. به همین خاطر همکارای چت برای اینکه از حالش باخبر بشن با پلیس تماس گرفتن. Central Dakota Communications. How can I help you? I'm calling to see if you guys could do a welfare check on one of our employees. Sure. And her name? Chad Ensel. His wife called in and sick for work on Tuesday, and we haven't heard from him since. تو گزارش پلیس نوشته شده ماشین چت تو پارکینگ بوده، اما هرچی در زدن کسی جواب نداده. یه نگاهی از پنجره به داخل انداختن ولی چیز نگران کننده‌ای به چشمشون نیومده. چند ساعت بعد وقتی نیکی کارش تموم شد برگشت سمت خونه و در رو که باز کرد با صحنه عجیبی روبرو شد. ساعت 5:20 عصر تلفن پلیس محلی به صدا در اومد. I'm here to check. My husband sent a text message that he didn't come in today, and I've been good 3 days, and so I'm coming here to check. And I'm walking in, I open the X door, and I walk in, and the house is smoky. I can't get in the door. It's smoky in the house. Okay, do you see smoke? I can see inside the... Okay. And, like, our house is in black, and it's smoking in there and I can't get in the door. Okay, do you see any flames at all? I don't. Okay, and you were coming here to check on who again? I'm sorry? Check on my husband. I've been out for a few days. Okay. And he never called and said he didn't come in at all. And I've been trying, I tried calling him. Okay. No answers. They tried calling him, no answer. So I said, I was just swamped. I couldn't get away at work today and I'm coming out now to get him off work. And he can't get on the door, and when I look, everything's black. Like, okay. Sorry, I want to go in church. Slow, okay. Nikki, calm down for me, okay? Nikki. نیکی همینطور که داشت با پلیس با تلفن حرف میزد رفت طبقه بالا و اونجا با جسد همسرش تو اتاق پشتی مواجه شد. چند دقیقه بعد آتش نشانی رسید و شروع کرد به خاموش کردن شعله‌های باقی مونده. به نظر می اومد این آتش سوزی از 2 منبع مختلف تو خونه اتفاق افتاده. منبع اصلی بخاری اتاق خواب بود که بعد از گور گرفتن تخت و تشک و سوزونده به مرور سرایت کرده به بیرون تا رسیده به پرده و کاغذ دیواری و تابلوهای نقاشی. منبع دوم هیتری بود که تو زیر زمین قرار داشت، اما از شواهد پیداست خیلی آتش جونداری نداشته و زود خاموش شده چون محیط اطرافش تقریبا سالم مونده. چند متر اون طرفتر یه بسته خالی و پاره سیگار ماربرو به علاوه چند تا تیکه زباله که احتمالاً برای روشن کردن آتش استفاده شده بود پیدا شد. پلیس ضمناً چک کرد ببینه اثری از مواد منفجره تو محل حادثه پیدا میکنه یا نه، که چیزی وجود نداشت. بعد از مهار آتش مامورا رفتن به اتاق خواب طبقه دوم و اونجا جسد برهنه چت انسل رو پیدا کردن. Top story, part of 43rd Avenue Northeast, east of Centennial Road, was blocked off to traffic for hours. And here's what we know at this hour. According to the Burley County Sheriff's Corporal, there was a structure fire affecting a single-family home, but there is only minor damage inside. There was one victim involved, but would not answer any follow-up questions about their condition. چند روز بعد پلیس از نیکی خواست برای جواب دادن به چند تا سوال در مورد شواهد و مدارک موجود یک گفتگویی با بازپرسای پرونده داشته باشه. I can't tell you how sorry. So first off, how did you guys meet? Through racing? Yeah. Okay. Yeah, we got married and still apart. I guess we're supposed to go so that in school. همونطور که مشخصه ما با یه دختر بچه خجالتی 5 ساله طرفیم که حتی درست حرف نمیزنه. این رفتار سوژه چند تا نکته رو برای تجزیه و تحلیل مطرح میکنه. نشستن روی لبه صندلی به علاوه این طرز حرف زدن نشون دهنده خجالتی و کمرو بودن نیکیه. اون با این رفتار میتونه تو موقعیت‌های حساس یا آدم مطیع به نظر برسه که نمیتونه تهدیدی برای اطرافیانش باشه. ممکنه مظنون این کارا رو میکنه تا از هر گونه سوءظن فاصله بگیره. همطور که معلومه زبان بدنش هم به بیگناهی و عدم دخالتش تو جنایت تاکید میکنه.
ناله و زاری نشون دهنده آشفتگی عاطفیه. شاید واقعی باشه، شاید هم یه تلاشی برای اینه که خودشو یه فرد آسیب پذیر و تحت فشار عاطفی نشون بده. این میتونه باعث همدلی بازجوها بشه یا حتی اونا رو وادار کنه که نیکی رو ناتوان از ارتکاب جرم تصور کنن. لحن نیکی تقریبا تو کل پارت اول بازجویی یه جوریه که نمیشه فهمید چی داره میگه. تو این شرایط بازپرس چند تا کار مهم باید انجام بده. اول اینکه با حفظ آرامش شروع کنه به ساختن یه رابطه دوستانه. بعد اظهارات سوژه رو با شواهد پرونده، مثل چیزایی که تو صحنه جرم پیدا کرده یا فیلمی که دوربینای مداربسته رکورد کردن، تطبیق بده. و در ادامه کم کم یه جدول زمانی از اتفاقاتی که منتهی شده به حادثه بسازه. این جدول زمانی معمولاً باعث میشه اطلاعات و وقایع غیر منطقی از لابلای فکتای پرونده بیرون بزنه. اینجا هم بازپرس بعد از آروم کردن فضای اتاق و ساختن یه رابطه دوستانه تصمیم میگیره بره سراغ اصل مطلب. I'm gonna say that Chad's death was not an accident. What? Based off of all of the information that I've gathered, Chad's death was not an accident. تو گزارش اولیه پلیس هم گزینه خودکشی مطرح شده، هم احتمال واژگون شدن تصادفی بخاری. اما بعد از تحقیقات بیشتر تو محل حادثه، مدارکی به دست اومد که قصه رو به سمت دیگه ای می برد. مثل یه شاتگان، یه گلوله شلیک نشده و دو تا بطری خالی مشروب. We know how this happened. And Nikki, I think you know how too. I don't. Chad did not die in the fire. Okay. Okay. Chad was killed by a gunshot. What? Yep, he was killed by a firearm. What? Yeah. قبل از هر چیز باید بفهمیم چرا بازپرس معتقده تئوری خودکشی یا آتش سوزی تصادفی علت مرگ چد نیست. برای این کار باید از نگاه پلیس به پرونده نگاه کنیم. نتیجه کالبد چکافی نشون میده قربانی در اثر اصابت گلوله شاتگان مرده، نه آتش سوزی. اما قضیه اینه که خودش شلیک نکرده، چون دو تا جای زخم روی تنش وجود داره. اولی به سر شلیک شده و دومی به پهلو. ضمناً جسد روی زمین پیدا شده، اما اسلحه چند متر اون طرف‌تر روی تخت افتاده. به این ترتیب احتمال خودکشی تقریباً صفره. میزان الکل خون قربانی قابل اندازه‌گیری نبود، اما از اونجایی که مدرک قابل استنادی مبنی بر این که اون دائم الخمر بوده وجود نداره، بعید نیست که بطری‌های خالی مشروب به نوعی برای صحنه‌سازی استفاده شده باشه. چند تا مدرک دیگه هم تو محل حادثه وجود داشته. مثلا سگای آموزش دیده پلیس دو سه تا لکه روی تخت پیدا کردن که به نظر میاد جای ماده‌ایه که برای شعله ور کردن آتیش تو اتاق خواب استفاده شده. پلیس موبایل و آیپد قربانی رو تو محل حادثه پیدا کرد و متوجه شد پیامای نیکی از روز بعد از کریسمس شروع شده و آخریش مربوط میشه به 30 دسامبر. تو یکی از پیام‌ها اون گفته برای گذروندن یه دوره آموزشی چند روزی خونه نمیاد. بنابراین چت کل روزهای آخر رو تنها بوده. حالا بریم سراغ اطلاعاتی که میشه از دوربینای امنیتی بیرون کشید. این یه تصویر از قربانیه که عصر 30 دسامبر دوربینای مداربسته یه سالن بولینگ رکورد کردن. و البته لحظه خروجش از محل که ساعت 10:20 ثبت شده. این در واقع آخرین باریه که چت زنده دیده شده. بعد از اینجا برگشته سمت خونه. با توجه به اینکه خونه مجهز به دوربین مداربسته بوده، باید یه ویدئویی از ورود چت وجود داشته باشه، اما اینطور نیست. ساعت 10:50 تقریبا زمانی که دوربینا باید ورود چت به خونه رو رکورد می‌کردن، به طرز عجیبی از کار افتادن و تصویری از اون لحظات موجود نیست. اما سنسورهای در که به صورت خودکار فعالیت‌های مختلف رو تو حساب کاربری ثبت می‌کنن، باز و بسته شدن در گاراژ رو گزارش کردن. به این ترتیب چت قطعاً وارد خونه شده.
گرچه هیچ نشونه ای از اینکه بعدش از خونه بیرون زده وجود نداره، ساعت 1:30 شب دوباره سنسورا باز و بسته شدن در رو ثبت کردن. به نظر میاد اون شب یه نفر دیگه به غیر از چت تو خونه بوده. پلیس به یکی از دوستای خانوادگیشون مشکوکه. Food like anybody else, and sort of being a repeat customer and okay. hanging out and being friends with us and yeah. everything else. And oh, so Chad knew him too? Yeah, just okay. became friends. And what did he think kids about this stuff? He was so sweet to me. He said, you're better than that. He said, but he goes, like, get so young and ready to life. ال هاوارد یه مرد 41 ساله کانادایی بود که اوایل واقعا برای نیکی و چت یه دوست خانوادگی محسوب می شد. اون 17 سال قبل ازدواج کرده بود، اما تو چند سال اخیر تقریبا هیچ رابطه‌ای با همسرش نداشت. با گذشت زمان ال به خانواده انسل نزدیک تر شد. صبح روز حادثه نیکی از محل کارش با چت تماس می گیره و میگه حالش خوب نبوده و نتونسته کارشو ادامه بده، بنابراین رفته هتل و شب و اونجا گذرونده. دوربینای نظارتی هتل سیبریج نشون میده نیکی به همراه یه مرد شب قبل یه اتاق تو هتل گرفته. پلیس بعد از پرسجو از مسئولین هتل متوجه میشه اتاق به اسم ال هاوارد رزرو شده. در واقع این دو نفر از شب قبل از حادثه تو یه اتاق با هم بودن. I want you to be as honest. House is that the whole lane is full of Christmas lights. گزارش سیستم امنیتی خونه نشون میده درست زمانی که چت تو باشگاه بولینگ بوده، نیکی بارها تلاش کرده دوربینا رو غیر فعال کنه. تلاشایی که به نتیجه نرسیده و در نهایت لحظات مهمی از ورودش به خونه رکورد شده. نیکی در واقع اون شب نرفته چراغونی های کریسمس رو تماشا کنه، بلکه برگشته خونه و نکته مهمتر اینه که تنها نبوده. اون به همراه دوست خانوادگیشون ال اومده تا یه سری وسایل رو برداره و با خودش ببره. اونا حدوداً 1.5 ساعت اونجا بودن و بعد محل رو ترک کردن و برگشتن هتل. اما قسمت جالب ماجرا چند ساعت بعد اتفاق افتاده. این دو نفر حدود ساعت 1 شب دوباره برگشتن خونه. گویا نیکی یه سری از داروهاشو تو خونه جا گذاشته، بنابراین دوربینا رو غیر فعال کرده و اومده تا داروهاشو برداره. We get all the video from cameras that are in the area on the routes they would take. Mm-hmm. So I've already pulled some of that video. Okay. So I know that you guys left the hotel. Okay. از اونجایی که به نظر میاد این گفتگو به نتیجه نمیرسه، افسر ارشد BCI وارد اتاق میشه. در حالی که بازپرس اول خیلی آروم و دوستانه تا این لحظه با مظنون برخورد کرد، کارگاه دوم برای گرفتن اطلاعات و حتی اعتراف بدون هیچ ملاحظه‌ای مستقیم وارد درگیری میشه. Nikki, this is Joe Aarons. Hi. He's with Bureau of Criminal Investigations. Yeah. Hello. And I have to go soon. So what, as an investigator, should I think when this happened? You and Earl are back and forth from that house, and then when I question you on it, you lie to me. If you were in my shoes, what would you think? If you were sitting here and I was sitting there and you were questioning me about it, and everything I did was perfectly innocent, but I sat there and lied the whole time, what would you think? I don't remember all the time. Again, you're not answering my questions. I would think that you know more than you're telling us. I don't know what happened. And I'm getting to the point where I'm struggling to not think that maybe you were the one who did it. I don't know what happened. I don't know what happened. Mm-hmm. But tell me what you do know. About it. Because you do know something about it. You do. I don't know what happened. I know you don't know what happened, because I don't believe you were standing there when it did happen. But you do know something. I don't know what happened. I know you keep saying that. You don't know what happened. I don't know.
know. I can't answer anything. I don't know. حدس بازپرس اینه که مظنون ضعیف‌تر از اونه که خودش به شخص همسرشو کشته باشه. بنابراین عمدن روی سناریوی اصلی یعنی ال هاوارد تاکید میکنه تا مظنون رو برای اعتراف آماده کنه. توی همچین شرایطی مجرمین اگه احساس کنن پلیس بیش از اون چیزی که فکرشو میکردن اطلاعات داره، دچار فروپاشی درونی میشن و این اتفاق اونا رو میبره لبه پرتگاه و اونجا یه تلنگر کوچیک میتونه کارشون رو تموم کنه. I don't know. Should I tell you what I think happened? Do you want to know what I think happened? No. I think that you and Earl went out there, that Chad was probably drinking, being an asshole. You've got this history of being abused by Chad. I don't know, did he assault you that night, or was he threatening to? Was he threatening to assault Earl? No. Because I can about imagine how a drunk guy who likes to fight and hit someone when they're drunk is going to handle his wife walking in with another guy that she's then going to go stay at the hotel with. I can about imagine how that's going to go. I mean, I'm sure that did not go well at all, did it? We argued about the furnace. این درگیری که نیکی ازش حرف میزنه ماجرای سرمای خونه است. اون میگه از بس هوا سرد بود و هیتری که تو زیر زمین گذاشتن درست محیطو گرم نمیکرده، خونه رو ترک کرده و رفته هتل یه اتاق گرفته. ضمناً نیکی از رابطه قبلیش دوتا بچه هم داشته. تو این روزایی که رفته هتل بچه ها رو هم گذاشته پیش مادرش. I'm sure Chad was just ecstatic about the idea of you going and staying in a hotel room with another guy, wasn't he? So what I think happened is that something happened at that time, and whether you stepped out in the garage, stayed out in the kitchen, something happened in that house that led to Chad dying. Do I think you were probably standing there? No. I don't know. But I think that you were there. You were on that property at the time when it happened. I don't know what happened. Yep, so you went out there, got some stuff while Chad was bowling, right? Right. Then you went back out there in the early morning hours, like 10 after 1. And again, we're looking at it, and you had been on the camera system, switching it to privacy mode, which just didn't, for some reason, did not work. I don't know why it didn't work. It didn't work. And then you guys show up out there. You're there for an hour and 40 minutes, right? I know you said that. Then you come back 3 hours later. I get that. I know that. اینجا بازپرس دوم برای مدتی از اتاق میره بیرون و این فرصت رو برای کارگاه اول فراهم میکنه تا بذر رابطه دوستانه‌ای که تو راند اول بازجویی کاشته بود و حالا برداشت کنه. Those things. I asked you that. You weren't honest with me. Why? I forgot about the times with my daddy. But that's a wrong thing, Nikki. That's not forgetting. That's lying to me. You lied to me. I'm sorry. Nikki, you're not a bad person. I don't believe it. Okay? I don't know. You know, obviously, you weren't being honest to me. You weren't. You've been lying. I've been watching you lie to him the whole time. He's disproved everything you've said. You're not a bad person. I get that. But this is, we got to know the truth. You need to start telling. No, Nikki, stop. Nikki. But I know more happened at that point. I know it. I know you. I've gotten to know you. Something else happened. What happened, Nikki? There was somebody else in the house. Somebody what? Somebody else in the house. Who else was in the house? بعد از گذشت حدود 6 ساعت از بازجویی، مظنون حالا اطلاعات جدیدی به قصه‌اش اضافه میکنه. اون میگه به غیر از خودش، ارل و چد، یه نفر دیگه هم تو خونه بوده اون شب. Why haven't you told me that? I'm sorry. Okay, go ahead. Somebody else in the house.
person a male or a female? Male. I've seen the person before. And what happened? They were arguing in Chicago court. Why did you never tell me this before? That would have told me so much more. So that's why I don't understand why now. به پاسکاری حرفه‌ای و حیرت انگیز بازپرسا در طول این جلسه دقت کنیم. اوایل بازجویی تو راند دوم یکی از بازجوها دورتر نشسته بود و دومی یه وجب با صورت سوژه فاصله داشت. کارش که تموم شد با یه نگاه همکارش رو وارد رینگ کرد. بعد اتاق رو ترک کرد تا درگیری توی فضای متفاوت ادامه پیدا کنه. دوباره برگشت و اینجا هر دوشون انقدر نزدیک شدن که میشه گفت کاملا نیکی رو محاصره کردن. این نحوه نشستن تو موقعیت‌های مختلف میتونه دلایل متفاوتی داشته باشه، مثل ایجاد یه محیط صمیمی برای گفتن حرفای محرمانه، ولی اینجا دلیلش فشار روانیه. مظنون تو این شرایط احساس میکنه یه نورافکن روش روشن شده و کاملا زیر ذره بینه. به علاوه این فاصله کم به اقتدار و تاثیرگذاری بازپرسا به شدت کمک میکنه. That was another thing. Why didn't you tell me that? I don't know where Mel Campbell's at. Yeah, I know he's been in the camera. Nikki, this isn't making sense to me. How would you know this guy? How would you not mention that I've he was there? Seen him before. Where? At the races. حالا نیکی شروع میکنه به شرح دادن ظاهر مردی که اون شب تو خونه دیده و بعد حتی به کمک بازپرسا سعی میکنه نشون بده که قد اون مرد چقدر بوده. نیکی از چهره مایوس بازپرسا متوجه میشه که اونا به هیچ وجه خریدار قصه جدیدش نیستن. بنابراین بعد از ساعتها سوال و جواب تصمیم میگیره بالاخره نسخه باورپذیرتری از ماجرا رو ارائه بده. اون میگه شب حادثه وقتی برای جمع کردن وسایل ضروری برگشتن جلوی در تو ماشین موند و ار رفته تو خونه. تو این فاصله صدای شلیک اسلحه رو شنیده. چند دقیقه بعد ار برگشته تو ماشین و بهش گفته که چت مرده. بعدش هم با هم برگشتن سمت هتل. نیکی با جزئیات کل ماجرا رو تعریف کرد، اما نیم ساعت بعد از حرفایی که زده بود پشیمون شد و تصمیم گرفت یه بلایی سر برگه اظهاراتش بیاره. بعدها مشخص شد مظنون تو همون روزایی که به همسرش گفته در حال گذروندن یه دوره آموزشی مرتبط با شغلشه، در واقع در حال خوشگذرونی با ارل بوده. دوربین امنیتی یه فروشگاه تصاویر این دو نفر تو روزهای مختلف رو رکورد کرده و البته یه نکته دیگه که از ویدیو میشه فهمید صمیمیت این دوتا دوست خانوادگیه. بررسی پیامهای گوشی نیکی نشون داد رابطه عاشقانه این دو نفر از چند ماه قبل شروع شده. اونا حتی تو تگزاس دنبال یه خونه بزرگ میگشتن و نیکی چند تا مصاحبه شغلی هم تو محله‌ای که مد نظرشون بوده برای هفته بعدی ست کرده. تو همون روزام زنگ زده به یه شرکت بیمه و خونه‌ای که با چت توش زندگی می‌کرده رو بیمه کرده. اسم خودش هم به عنوان تنها زینف این قرارداد اعلام کرده. با این بیمه نامه اون حالا میتونست 26,000 دلار بابت خسارت آتش سوزی دریافت کنه. تازه بدون در نظر گرفتن خسارت جواهراتی که چت طی سالها براش خریده بود. So would you say that $20,000 is enough to replace your personal belongings? I'm gonna say I have like $5,000 in just jewelry. Okay. You had the jewelry appraised, or was it purchased recently? I had my wedding ring appraised, and I had the earrings appraised, and then I've bought other stuff recently, and I have copies of everything because I always go just to one jewelry store. I only buy from one jewelry store. Period. Okay. Are all the appraisals dated within the last 3 years? Yep. 7 ژانویه نیکی انسل به جرم توطئه برای قتل و دستکاری شواهد فیزیکی بازداشت شد. 2 روز بعدش ال هاوارد هم به خاطر ارتکاب به همین جرائم حین فرار توی شهر کوچیک نزدیک تورنتو دستگیر شد. اما شیوع کرونا باعث شد دادگاهشون مدتی به تأخیر بیفته.
تا اینکه بالاخره پاییز 2021 اولین جلسه محاکمه ارل برگزار شد. از اونجایی که هیئت منصفه و کارشناسا نتونستن تشخیص بدن که اون واقعا ماشه رو کشیده یا نه، تو اون دادگاه متهم به قتل درجه اول نشد. چند ماه بعد پلیسا چند تا مدرک جدید علیه ارل به دست آوردن. اونا متوجه شدن اون روز قبل از حادثه یک کیت مشعل جوشکاری خریده. مخزن این کیت حاوی یه مایع به شدت اشتعال‌زاست. دقیقاً همون ماده‌ای که اثرش روی تخت قربانی پیدا شده بود. ال حواسش نبود و مخزن خالی رو تو پارکینگ خونه چت جا گذاشته. مدرک بعدی بسته ماربوروی بود که تو زیرزمین کنار هیتر پیدا شد که اتفاقاً با بسته سیگاری که تو ماشین ال بود مطابقت داشت. اواخر سپتامبر 2022 نوبت به دادگاه نیکی رسید. اون کماکان اصرار داشت که هم کشتن چت هم آتیش زدن خونه کار ارل بوده. در نهایت بعد از شهادت 44 تا شاهد، بررسی تمام دوربینای امنیتی مرتبط با پرونده، مطالعه و بازرسی تمام تراکنش‌های بانکی و پیام‌های مظنونین، 14 فوریه 2022 ارل هاوارد به 25 سال حبس و نیکی انسل به حبس ابد با حق آزادی مشروط محکوم شد.